سلام. سلام و درود به شمایی که این روزها پر از نشاط و پویایی و شور هستید. البته شوری سراسر شعور. شور و نشاط انتخاباتی رو میگم. به نتیجه رسیدین یا نه؟ نامزد مورد نظرتون رو میگم. انتخاب کردین؟ خود شما به شخصه چه معیارهایی تو ذهنتونه؟ راستی به نظر شما نامزد اصلا چیه؟ روی خط دیگر در مزار آرام و امن شهدا. شهدا انسان‌هایی بودن که روی خط رو معنی کردن و روی خط رفتن تا به خدا رسیدن. خدمت حاج آقا ذوالفقاری هستیم، مدرس دانشگاه. سلام عرض می‌کنم حاج آقا، وقتتون بخیر باشه. خواهش می‌کنم. بنده خدمت شما و بینندگان محترم سلام عرض می‌کنم، در خدمتتون هستم. بزرگواری. حاج آقا ذوالفقاری، معیارهای انتخاب اسلحه برای انتخابات، حالا چه ریاست جمهوری و چه شوراهای شهر و روستا، چه معیارهایی هستن؟ من ابتدا به روح امام راحلمون و شهدای عزیزی که در جوارشون هستیم درود میفرستم که اگر امام عظیم الشان ما و این شهدایی که بهشون لبیک گفتن نبودند، قطعا ما در این جای کار نبودیم و موفق به برگزاری این انتخابات و این دستاوردها نبودیم. همینجا من اجازه میخوام که قبل از اینکه به فرمایش شما بپردازم این مطلب رو اشاره بکنم که در تمام دنیا، خب با تفاوت‌هایی که هست، اینا انتخابات‌هایی برگزار میکنند. منتها یه بحث هم همواره هست که آیا این انتخابات حق یا تکلیفه. بله. در کشور ما هم این بحث هست. من اینجا عرض میکنم که ما با توجه به اینکه حکومت ما حکومت دینیه و مبناه الهی داره، بر اساس وظیفه دینی ما هست، هم حق و هم تکلیف. مردم حق دارند که مجریانی رو انتخاب بکنند، از بین اونهایی که خودشون رو ارائه میکنند بهتریناشون رو انتخاب بکنند برای اجرا. و همچنین از اون ور، چون حفظ اسلام، حفظ دستاوردهای نظام، اصلا تشکیل حکومت اسلامی، استمرارش و زمین سازیش، اونها وظیفه و تکلیف شرعی مردمه و انتخابات هم یه زمینه مهم برای استمرار حکومت اسلامی است. وقت میشه تکلیف. میشه بر مردم لازم و واجب که توی انتخابات شرکت بکنن. ویژگی های یک معیار خوب برای انتخاب اسلحه رو ما از کجا میتونیم به دست بیاریم و چطور میتونیم بشناسیم؟ حالا با توجه به اینکه ما در آستانه انتخابات ریاست جمهوری هستیم و یکی از مهمترین انتخابات ها هست، اگر نگیم مهمترین، حداقل از مهمترین، و میخواییم مسئولیت اداره کشور رو به دوش کسی بذاریم که به فرموده معظم رهبری، گاهی با اینکه این کار در چند ساعت یه روز انجام میشه، اما گاهی می‌بینیم که اثراتش تا سالیان سال باقی است. یعنی تصمیم‌هایی که این فرد می‌گیره، سیاست‌هایی که در کشور به اجرا می‌ذاره، اگر توی یه دوره باشه 4 سال، اگر در دو دوره باشه 8 سال، بنابراین خیلی انتخابات مهمیه. و کسی انتخاب میشه که دومین مقام رسمی کشور بعد از مقام وزیر رهبری است. لازم فرمایید که بسیار مسئولیت مهم و لذا باید هم معیار ملاک‌های خیلی قوی محکمی وجود داشته باشه که با اون
این فرد رو بسنجیم و دقت‌های کاملی باید انجام بدیم که بهترین انتخاب صورت بگیره. خوشبختانه بخشی از این کار انجام شده. یعنی ما باید خدا شکر بکنیم که یه سازوکار خیلی خوبی که به تایید امام راحل بارها بار رسیده به نام شورای نگهبان تو این کشور داریم. حالا شما تصور فرمایید مثلا اگر شورای نگهبان نبود و افرادی خودشون رو در معرض انتخاب مردم میذاشتن، چقدر کار بر ما سخت بود که بین این تعداد گسترده ما بگردیم و ببینیم این ملاک ها در کی هست. خوشبختانه در اینجا ابتدا شورای نگهبان وارد کار میشه و افرادی که صلاحیتشون بر اونا احراز میشه و محرز میشه اینها رو بیان میکنند. بعد چیکار باید بکنیم ما در مرحله انتخاب؟ اینجا راه‌های مختلف وجود داره. خب یک ملاک‌هایی که مقام معظم رهبری بیان می‌کنه، حالا اصلا جدای از اینکه به عنوان ولی فقیه جامعه، به عنوان رهبر جامعه، واقعا به عنوان یک کارشناس خبره سیاسی حداقل از این دید و به عنوان کسی که خودش 8 سال سکاندار قوه مجریه کشور بوده و همچنین در مسئولیت های مختلفی شون ایفای نقش کرده و کاملا اشراف داره بر افراد، بر بفرمایید که دیدگاه هاشون، بر توانمندی هاشون، خب ایشون این معیار ملاک رو میگه و این یه ترازوی خوبیه با اون ما افراد رو بسنجیم. حاج آقا، اگر ما بخوایم این معیارها رو به صورت کاملا مشخص داشته باشیم، برجسته ترینش رو، بهترینش رو از این معیارها، آیا چیزی تو ذهن داریم؟ بله، من حالا اگر ذهن یاری بکنه چند نمونه که اخیراً مقام معظم رهبری به اون اشاره فرمودند عرض بکنم. یه مطلب این که رئیس جمهوری که انتخاب میکنیم باید مؤمن و معتقد باشه. به چی؟ به خدا و ارزش‌های دینی، مطلب مهمی است. بله. و به انقلاب، به قانون اساسی و به مردم، اعتقاد به مردم و نقش مردم داشته باشه و استفاده ابزاری از مردم نکنه. نه در باره خاص فقط اینا رو ولی نعمت‌های خودش بدونه که به حال کمر همت ببنده به خدمت به این مردم. فرد قوی و پایداری در برابر دشمن باشه، مقاوم، تعبیری که حضرت آقا آوردن، تعبیر مقاوم در برابر دشمن باشه، چون دشمن خیلی حساس نسبت به انتخابات ما. اولا هم میخواد این انتخابات سرد برگزار بشه که ما باید پرشور برگزار کنیم. فرد با تدبیر و با خردی هم باشه و اینکه متاسفانه مخصوصا در مسائل اقتصادی نمیدونم بدون تصمیم قبلی و روزمرگی عمل کردن آفت خیلی بزرگی است. و از لحاظ فردی هم خب فرد اخلاق مداری باشه، فرد متقی باشه و کسی که به هر حال حاشیه درست نکنه. اگرم حاشیه براش ایجاد کردند برای مصالح انقلاب و نظام، از این حاشیه ها بگذره درست. و اصلش و اصل فرمایید هم مقامش خدمت به مردم و نظام باشه. اینا یه سری از ویژگی‌هایی است که باید در رئیس جمهوری که مد نظرمه در نظر بگیریم انشاءالله. حاج آقا خیلی خیلی ممنون و سپاسگزارم که وقتتون رو به ما اختصاص دادیم. انشاءالله که همیشه سلامت و موفق باشیم. خواهش کنم، بنده متشکرم و امیدوارم که انشاءالله پرشورترین و بابرکتترین انتخابات ها رو برگزار بکنیم انشاءالله. معیارهای خوبی داریم، پس وعده ما 24 خرداد روز افتخار. اولین قدم برای شناخت اصلح گوش دادن صحبت‌ها و همینطور حرف‌های نامزدهاست. خب به نظرتون تا همینجا مهمترین معیار چی بوده؟ به نظر من نامزدی که به جای اینکه از خودش بگه، از کارها و برنامه‌هاش میگه، ما باید در اولویت قرارش بدیم.
و در مرحله بعد ببینیم بین اونهایی که برنامه های خوبی دارن کدوم ها عملی تره و از اون مهمتر ببینیم آیا برنامه هاشون با توانایی هاشون مطابقت داره یا نه و در مجموع ببینیم آیا برنامه هاشون منطقی، کارآمد و در راستای اهداف نظام هست یا نه. پس قدم دوم برای رسیدن به نامزد اسلحه بگردین دنبال برنامه اسلحه، یعنی برنامه‌ای که جامع‌تر، کامل‌تر و قابل اجراتر باشه. در این بخش از برنامه اومدیم به مکانی که نبض تپنده اقتصادی شهره. تعاملات اقتصادی و تجاری اکثرا در این مکان صورت میگیره، بازار. اومدیم بازار پیش یکی از کسبه بسیار محترم بازار. با ما همراه باشید. سلام، خسته نباشید، وقتتون بخیر باشه. خیلی خیلی ممنون که زمانتون رو ما دادید. حاج آقا چند ساله که در بازار به کسب و کار مشغول هستین؟ 20 سال. آجا 20 سال. حاج آقا چقدر تصمیم گیری هایی که برای شهرمون صورت میگیره، مخصوصا تصمیم گیری هایی که از طرف شورای شهر هست، به چه شکلی روی کسب و کار شما تاثیر داره؟ اگر نتیجه مثبت داشته باشه خیلی تاثیر داره، در صورتی که آگاهانه باشه، بله، با علم کامل باشه، با تجربه باشه، کارهایی که میکنن تجربه داشته باشن و اون کارها رو به اتمام برسونن، کارهایی که نظرهایی که میدن نیمه کاره بر نکنن، تمام بله. نشه بره، کار رو به اتمام برسونن، نتیجه خوبی داره. خود شما به عنوان یکی از کسبه بازار چقدر خودتون رو شریف میدونید در آینده کشورتون یا همین شهرمون؟ تا جایی که بتونیم سعی خودمون میکنیم، لااقل سعی میکنیم 50% بالا کمک کنیم، یعنی تا اونجایی که توان داشته باشیم باید این کار رو انجام بدیم. درسته، چون واسه آینده ما خیلی تاثیر داره، واسه بچه ها همه اینا موثره. اون یکی از کسبه بازار، کسی که 20 ساله که کاسب هستش، بله، اگر بخواین شخصی رو یا اشخاصی رو برای شورای شهر انتخاب بکنید، ملاک و معیارتون چی هست؟ در وهله اول اصلح باشه. درسته، بعد تجربه داشته، به تجربه کاری در اون زمینه داشته باشه، علم به اون کار داشته باشه. خود این اصلح بودن که گفتین چه شرایط و ویژگی هایی داره؟ دیگه انقلابی باشه، بله، بعد از قشر محروم باشه بیشتر، یعنی در تو قشر محروم بزرگ شده باشه که درد اون قشر رو بدونه، بله، بتونه بهتر کار انجام بده. به هر حال مشکلات مردم کلا مواجه باشه، یعنی لمس کرده باشه. شما به عنوان یکی از کسبه، آیا در انتخابات ریاست جمهوری یا شوراهای شهر و روستا شرکت میکنید یا نه؟ بله شرکت میکنم. چرا؟ به خاطر اینکه یکی از اعضای این شهر این وظیفه مونه دیگه. این وظیفه یعنی چی؟ وظیفه شهری ماست که این کار رو انجام بدیم به خاطر آینده خودمون، آینده کشورمون. شما به عنوان یکی از مردم ایران از رئیس جمهور آینده چه انتظاراتی دارید؟ انتظار داریم که درد مردم رو بررسی کنن، برآورده سازن، بله، مشکلات جوانا رو برطرف سازن، کارهایی که به هر حال به نفع مردم انجام بدن. چه ویژگی هایی باید نامزد مورد علاقه شما داشته باشه تا شما اونو به عنوان انتخاب اصلح برگزینید؟ کارهایی که قبلا اینا در پست دیگه بودن انجام دادن همونا رو میشه ملاک قرار داد. درسته، های کارهای مثبتی انجام دادن خب اصلح ترن دیگه، کارهایی که انجام دادن بیشتر، یعنی
به درد مردم خورده، به درد کار مشکلات اون را حل کرده، اون میشه بهش اصلتر گفت. رشد فرهنگی هر کشوری رو با میزان پایبندی مردم اون کشور به قانون ارزیابی میکنن. قانون و قانونمداری اصل مهمیه که شما اون رو شنیدید و باز هم خواهید شنید. قانون زیباترین قراردادیه که بین افراد یک جامعه وضع میشه تا حقوق مردم اون کشور رو حفظ کنه. حالا اگر شخصی که خودش قراره مجری قانون در شهر یا کشور من بشه، خدای نکرده قانون رو زیر پا بذاره، قطعاً انتخاب اسلحی نخواهد بود. وطنم زنده بمونی، وطنم وطنم تنها نمونی، وطنم کی میگه میشه فراموشت کرد، با غم و غصه هم آغوشت کرد، خاک خون در رگ ما جاری هست، نام ایران به خدا باقی هست، حرف ما بر لب ما صوت جلیس، وطنم یار تو مولای علی. وطنم تا که بزرگون خراسونت هست، قالی کرمون و کاشی صفاهونت هست، بوی گل توی نارنج سون شیرازت هست، تو دلا خاطره رستم دستونت هست، وطنم نام تو باقی میمونه، مثل کارون تو جاری میمونه، وطنم نام تو باقی میمونه، کارون تو جاری میمونه، کی میگه میشه فراموشت کرد، با غم و غصه هم آغوشت کرد، تا که خون در رگ ما جاری هست، نام ایران به خدا باقی هست، حرف ما بر لب ما صوت جلیس، وطنم یار تو مولای علی. وطنم آذری و کرد و بلوچ، گیلگ و ترکمن و اهل جنوب، سعدی و حافظ و خیام بزرگ، همه دل بسته تو ای همه خوب. وطنم تا که بزرگون خراسونت هست، قالی کرمون و کاشی صفاهونت هست، بوی گل توی نارنج سون شیرازت هست، دلا خاطره رستم دستونت هست، وطنم نام تو باقی میمونه، مثل کارون تو جاری میمونه، وطنم نام وطنم تو باقی میمونه، وطنم نام تو باقی میمونه، تو جاری میمونه، مثل کارون تو جاری میمونه. یک رئیس جمهوره که منتخب مردم میخواد بشه در باید چندین صفات مشخصه داشته باشه. در وهله اول مؤمن و اعتقاد داشتن به اسلام. در وهله دوم آدمی باید باشه مدیر، مدبر، مطلع، متخصص. از نظر من ریاست جمهوری شغله. آقای رئیس جمهور باید کارشو درست انجام بده. خب
شغلش ریاسته، ریاست مملکته، کارشو باید درست انجام بده. همین مردم هم بالاخره واسه اینکه واسه مملکت خودشون تصمیم بگیرن باید شرکت کنن به نظر من تو انتخابات. دوست دارم که رئیس جمهوری که انتخاب میشه در تراز ملت ایران باشه. ملت ایران ملت خیلی بزرگی است و رئیس جمهوری که حالا با رأی مردم انتخاب میشه اولا موقعیت ایران رو در صحنه بین المللی بشناسه و برای تقویت این موقعیت تلاش کنه، با مردم صادقانه صحبت بکنه، صادق باشه، برنامه های خودش رو ارائه بده و خودش رو معرفی کنه به مردم، برنامه محور باشه، تیم اقتصادی قوی داشته باشه، تیم سیاسی قوی داشته باشه، جلوی تورم رو بگیره و روابط دوستانه داشته باشه با تو بین‌المللی. در خصوص سیاست خارجی چون یک نفر نمیتونه تصمیم بگیره، قاعدتا باید یک تیم متخصص داشته باشه که مطلع باشن، مشکلات جهانی رو کاملا واقف باشن، بعد موضوع رو مطرح بکنن، خودشون وقتی موضوع رو به یک اجماعی رسیدند توسط رئیس جمهور موضوع مطرح بشه که تا بتونن تصمیم گیری نهایی رو بکنن. به نظر من ریاست جمهوری بار سنگینیه، باید کسی که به رئیس جمهور رأی میده واقعا بدونه داره به چه کسی رأی میده، صلاحیتش رو داشته باشه دیگه، بتونه دیگه کم نذاره واسه مردم، من خود مردم باشه، خاکی باشه، همین تقوای الهی پیشه کنن در راستای در چارچوب راهنمایی‌های رهبری حرکت کنن، در چارچوب آرمان‌های نظام مقدس جمهوری اسلامی باشن، به مشکلات مردم توجه ویژه‌ای داشته باشن، از جنس خود مردم باشن و دارای سوابق روشن و روشن اجرایی در زمینه‌های اجرایی باشن. هدف بعضی از کاندیدا یکی به اقتصاد توجه میکنه، یکی به سیاست توجه میکنه و اینا رو توی ستادهای انتخاباتیش توی تبلیغاتش میگه. مردم باید خب بعضیا خب مردم هم از نظر خودشون مثلا یکی به اقتصاد اهمیت میده قطعا میره به اون کاندیدایی راه میده که اقتصاد براش مهمه یا مثلا سیاست براش مهمه. کسی باید به قول معروف گفتنی خودش رو کاندید بکنه و بیاد عهده‌دار این مسئولیت و فرمان جامعه بشود که یک به همون تعبیر مولا علی علیه السلام که کسی هر کس خود را شناخت خدا را میشناسد اول خودش رو شناخته باشه، ویژگی های مثبتش منفی خودش آیا در خودش میبینه، این ویژگی رو این توان رو میبیند که به قول معروف گفتنی میخواد عهده‌دار سرنوشت 75 میلیون نفر باشه، روابط عمومیش، داخلیش، خارجیش خوب باشه، مسلط باشه، متحد باشه و متخصص، نه اینکه به قول معروف گفتنی چون یک به صرف اینکه یک مدرک دانشگاهی گرفته و ارکه رو تنها میبینه به قول معروف بیاد وارد به قول معروف این گود بشه، اول متحد باشد، دوم متخصص باشد، درد مردم رو بفهمه، خدا ترس باشه، ببینه که مردم چه دردی دارن، چه گرفتاری دارن از نظر اقتصادی، از نظر مشکلات مالی، مشکلات اجتماعی، اینا رو همه رو در نظر بگیره، بتونه مردم رو راهنمایی کنه، کاراشون رو انجام بده، اونا رو هر مشکلی که دارن بالاخره دردشون رو بفهمه دیگه، تا اینکه بتونه یه خورده جامعه رو به پیش ببره. راستگو باشه، راستگو، هر حرفی که میزنه عملی کنه. این چیزی که تو ذهن من حداقلش اینه که راستگو باشه، وعده‌های تو خالی نده و ببین الان من جوونم، خب دغدغم باید درس خوندنم باشه، دغدغم باید چجوری بگم مدارج ترقیم باشه، ولی الان آینده شغلیمه، اینکه چجوری مثلا پس فردا مدرکم گرفتم کجا برم سر کار، کی منو قبول میکنه اصلا تو این بازار کار. من جوون، منی که الان دارم درس میخونم، بعد مدرک مطمئنن یه شغل خوبم میخوام. برای حل مشکلات مردم تلاش جدی رو انجام بده
و بتواند واقعا در شأن ملت ایران کار بکنه و مهمتر از این که واقعا رئیس جمهور که انتخاب میشه و انتخابات که یک رقابت هست این قواعد این رقابت رو رعایت بکنه و پایبندی کامل به قانون باشه، ارزش‌های اسلامی رو ارتقا بده و پایبند به آرمان‌های امام و شهدا باشه. با سلام و احترام محضر بینندگان عزیز، انتخاب اسلحه یقینا در واقع بهترین انتخاب است. این انتخاب اسلحه ملاک هایی داره که اگر ما بتوانیم این ملاک ها رو مد نظر داشته باشیم یقینا در واقع بهترین ها انتخاب میشه. ما در کشوری داریم زندگی میکنیم که جمهوری اسلامی است، یعنی در واقع هم بحث اسلامیت و هم بحث جمهوریت. پس اولین ملاک به اعتقاد من در واقع بحث تدین است. به اعتقاد من تدین، حالا تدین در چی در واقع خلاصه میشه؟ یکی حسن استفاده، یکی بحث در واقع اون پایبندی فردی که انتخاب میکنیم به احکام شرعی و ترویج اصول اسلامی و صلاحیت اخلاقی. یعنی کسی که در واقع انتخاب میشه قطعا باید این چهار گزینه رو داشته باشد که اون بحث تدین او تکمیل بشه. دومین ملاک انتخاب اسلحه بحث کارآمدی است. سوال اینجاست که اون رئیس جمهور کارآمد، به کدام رئیس جمهور میگن رئیس جمهور کارآمد؟ رئیس جمهوری که اولا پاسخگو به مسائل مردم باشد، بتونه مشکلات مردم را در واقع حل کند. من یه گریزی هم بزنم، اون باز کردن مشکلات مردم زمانی اتفاق میافتد که خدای ناکرده در واقع در یه بحران مالی و اقتصادی، مثلا در زمانی که ما در تحریم داریم به سر میبریم، اینجا اون رئیس جمهور کارآمد، رئیس جمهوری که بتونه تدبیر کنه و مشکلات در واقع حل کنه، بالا بردن در واقع توان کشور و اون لیاقت و علاقه به کار یه رئیس جمهور میتواند به عنوان در واقع اون شاخصه های کارآمدی رئیس جمهور باشد. دلسوز مردم و نظام باشد. این به اعتقاد من یک نکته ایست که مقام معظم رهبری هم بارها تاکید فرمود که هم دغدغه نسبت به اون موازین و شاخصهای نظام باید داشت باشه، هم دغدغه داشت باشه که بتونه مشکلات در واقع اقتصادی و معیشتی مردم را حل کنه. شجاعت رئیس جمهور، شجاعت در واقع رئیس جمهور به عنوان یکی از ملاکهای انتخاب اصل است. شجاعت در کجا؟ شجاعت این که در واقع بتونه مقابل اون توطئه استکبارگران و دشمنان بیسته. لذا رئیس جمهور خوب اون رئیس جمهوری است که اولا دشمن را خوب بشناسد، ثانیا وقتی که دشمن را شناخت اگر اون مواضع دشمن که قطعا هم چنین است با مواضع نظام جمهوری اسلامی در تضاد است، مقابل آن قرص و محکم بیستد، البته با تدبیر. با تدبیر. لذا مقام معظم رهبری فرمود که یکی از شاخصه های انتخاب اصله اون کسی است که اگر شما دیدید یک فرد
دشمن از آمدنش خیلی خوشحال شده، رسانه‌های خارجی و توطئه‌گران خیلی خوشحال میشن، یقین بدانید در واقع این یک ملاک منفی خواهد بود. رئیس جمهور، رئیس جمهوری باید باشه که دشمن از آمدنش خیلی خوشحال نباشه، حراس داشته باشد از آمدن این فرد. یه ملاکی که به اعتقاد من خیلی مهم است، رئیس جمهور مدبر ما میخواهیم. مقام معظم رهبری اخیراً روی این واژه خیلی تاکید کردن. تدبیر به کجا میگن؟ تدبیر به جایی میگن که تو حوزه مدیریت میگن مدیری مدبر است که بتونه در واقع اون مشکلاتی که در واقع هست در حین مشکل چاره اندیشی کند. حالا اگر نظام خدایی نکرده از لحاظ مسائل اقتصادی، فرهنگی، سیاسی دچار یه چالش شد، اون رئیس جمهور خوب رئیس جمهوری است که چاره اندیشی کند و به تعبیر مدبر باشد. مبنای رستگاری و سعادت انسان‌ها جان و خرده. همونطور که فردوسی شاعر حماسه سرای کشورمون در آغاز کلامش میگه: به نام خداوند جان و خرد. گشایش و سعادت ما در همه امور به واسطه روح و اندیشه ما حاصل میشه، چرا که با تفکر و اندیشه والا میتونیم بهترین ها رو انتخاب کنیم. به وادی زندگی که قدم میذاری، راه‌های زیادی خودنمایی میکنن. کوره راه‌های سخت و ناهموار و مسیرهای هموار و زیبا. از خودت میپرسی کدوم یک راه منه؟ اما با توکل به خدا و داشته‌ها و دانسته‌ها بهترین راه رو انتخاب میکنی. راه اونه که تو رو به سرمنزل مقصود برسونه. اون زمانی که به گلستان میری، در میان انبوه گلها و گیاهان گلی رو بر میداری که با طراوت و شاداب و سرزنده باشه، چرا که نشاط و شادابی نشان بارز امید و پویایی و رمز جاودانگی امیدواری. رفتن و جاری شدن رسم زندگیه. هر کسی که بمونه مرداب میشه. باید رود شد و جاری شد. باید به دریا پیوست. باید پرستو شد و دل سپرد به ییلاق‌های سرسبز و زیبا. باید هجرت کرد به سرزمین نور و روشنایی. من و تو ما میشیم و به دریا میپیوندیم. روز انتخاب نزدیکه. روز انتخاب بهترین، بهترین با دست‌های شما، شمایی که بهترین ملت‌ها هستید و خواهید بود. روز 24 خرداد ماه، دست در دست یکدیگر، روزی برای انتخاب بهترین. ما بهترین رو انتخاب می‌کنیم چون بهترین حق ماست.